اما سوت پایان بازی تیم‌های تراکتورسازی و نفت تهران با اتفاقاتی همراه شد. در پایان این دیدار که 3-3 مساوی شد، در ورزشگاه یادگار امام تبریز به اشتباه اعلام شد که دیدار تیم‌های سپاهان و سایپا در اصفهان به تساوی 2-2 انجام میده و با این نتایج برخی هواداران تراکتورسازی به خیال اینکه تیمشون قهرمان شده با ورود به زمین به جشن و شادمانی پرداختند. اما این در حالی بود که سپاهانی ها 2-0 بازی رو برده و با این نتیجه قهرمانی رو از آن خودشون کردند. پس از اون عده‌ای از هواداران پس از آگاهی از نتیجه واقعی در سطح شهر اقدام به حرکات اعتراضی کرده و برخی اموال عمومی هم تخریب کردند. در این زمینه ارتباطمون برقرار شده با مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی. آقای اسفاقیان سلام، در خصوص این اتفاق توضیح بفرمایید و اینکه علت اینکه در ورزشگاه این نتیجه اعلام شد چی بود؟ بررسی‌های لازم انجام شده یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت هممیهنان عزیز و گرامی و بینندگان خوب برنامه شما و همچنین عید مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه هممیهنان عزیز و مسلمانان جهان تبریک عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم که اینکه اعلام شد، از ورزشگاه اعلام میشه که تیم‌های اصفهان در واقع اونجا که بازی انجام میدادند مساوی شدند، به صورت رسمی به هیچ وجه این صحیح نیست و کذب محض، از ورزشگاه اعلام نشده، بلکه از طریق، حالا ما داریم در دست بررسی هست، در نیمکت ذخیره های تیم فوتبال تراکتورسازی ظاهرا یک بحث اینجوری مطرح میشه، اینا به شادی در واقع میپردازن، در نتیجه تماشاگران این احساس دست میده که قطعا اینا مساوی شدند. بنابراین ما اینو از طریق همکارانمون در اداره کل هیئت فوتبال استان بررسی میکنیم و نتیجه نهایی رو جهت استحضار مردم عزیز ایران اسلامی و استان آذربایجان شرقی اطلاع رسانی خواهیم کرد. تشکر میکنم.